نشست علمی روزانه آیت الله سی صادق حسینی شیرازی روز پنج شنبه 23 شوال سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با دلیل تغییر نیافتن قرآن فرمودند دلیل اینکه این قرآنی که در دست ماست همان قرآن اولی است و دوچار تغییر نشده به دلیل روایت حفظ از آسم نیست چرا که آن روایت اعتبار ندارد بلکه به این خاطر است که این قرآن متواتر به دست ما رسیده است معظم الله در ادامه فرمودند اگر این قرآن پنجاه یا صد یا سیصد سال قبل به نوع دیگری بوده و اکنون به شکل دیگری شده از باب قاعده لوکان لبان با بررسی آنها مشخص می شود که این قرآن کم و زیاد نشده است معظم الله همچنین تاکید فرمودند قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم کامل شده و از اصحاب آن حضرت و دیگران به ما رسیده است و در تواتر عدالت و و بلوغ شرط نیست لذا اگر خبری متواتر شود موجب علم خواهد شد ایشان در رابطه با کامل شدن قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم فرمودند از پیامبر اکرم در ثواب ختم قرآن کریم روایاتی نقش شده که مشخص می شود قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم کامل شده است با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم چرا روایت در پیغمبر امام معصوم علیه السلام یک کسی مقابل امام معصوم یکی از قراءات و خون غیر اینه که تو قرآنه فرمودن اقراء و کما یقراء الناس یعنی همینی که همینو بخونید بله نه چون شهرته نه چون تواتر در قرآن